رفقا درود، حتما مطلع هستید حدود 60-70 نفر از چهره های اصلاح طلب که اغلبشون داخل ایرانن، نامه خطاب به احتمالاً مقامات اروپایی نوشتن و رأی پارلمان اروپا به تروریستی اعلام شدن سپاه رو محکوم کردن. در واقع اینها به هواخواهی یا حمایت از سپاه پاسداران دست به نامه شدند و به اروپایی‌ها نوشتند که نباید سپاه پاسداران رو تروریستی بشناسید. امضا کننده های نامه 70 نفرن. وبسایت زیتون منتشر کرده اسامی اینها رو. عباس عبدی، اونهایی که برجسته تر نسبت به سایرین، لطف الله میسمی، حمید رضا جلایی پور، نعمت احمدی، حمزه قالبی، پیمان عارف، صادق نوروزی، رها اعتمادی ثقفی، این رو با اون رها اعتمادی ترانه‌سرا اشتباه نگیریم، زهرا نژاد بهرام، حمید بهشتی و جمعی دیگر از فعالان سیاسی ایران و داخلی، تعدادی هم روزنامه نگار. اغلب اینها خب وابسته به ملی مذهبی ها بودند. یه عده‌شون هم مربوط به احزابی مثل توسعه و اینجور چیزها. نامه خیلی هم بلند نیست. خوشبختانه روده درازی نشده داخلش. اما بررسی بکنیم چه نوشتند. گفتن امضا کنندگان بیانیه با اشاره به اینکه برخی از عملکردهای سپاه پاسداران مورد اعتراض مردم ایران است، اما بر راه های مسالمت آمیز مبارزه تاکید میکنند و دخالت دولت ها و قدرت های خارجی را نیز بر نمیتابند. نامه نوشته برخی از عملکردهای سپاه پاسداران را مورد اعتراض مردم ایران می‌دانند. چقدر طناز. مردم رو می‌کشه، شما به برخیش انتقاد دارید، تازه اون هم نه از زبان خودتون، به نقل از مردم ایران. یعنی خودشون رو نماینده مردم ایران دانستم که هیچ، به نمایندگی از اونها هم میگن که بعضی از اقدامات سپاه رو. کدوم اقداماتش رو؟ مثلا آدم کشی سپاه رو مردم انتقاد دارن، شما هم تایید میکنید. خب نهادی که آدم کش باشه که سایر کاراش که مورد تایید مردم نیست، آدم کشه. مثل این میمونه که یک نفری مرتکب چند فقره قتل شده و یه مواردی هم جنایت داره، شکنجه و یه عده رو هم چپاول کرده و جیبشون رو خالی کرده، یه عده هم سربه نیست کرده، بعد تعدادی بیان بگن ما به یک سری از عملکردهای ایشون انتقاد داریم، به بخشش نداریم. آمده که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود تجدید نظر کنند، از حکومت جمهوری اسلامی خواستند و اجازه ندهد که دخالت‌های همیشگی بیگانگان یک بار دیگر باعث تضعیف مؤلفه‌های قدرت ملی ایران شود. این رو هم خطاب به رهبران جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی نوشتند. یعنی گفته جمهوری اسلامی بیا سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و اینهایی که 43-44 ساله کمر مردم رو شکوندید، منافع ملی رو تباه کردید، تجدید نظر کنید توش و اجازه ندید که بیگانه بیاد و دخالت کنه. منظورش از بیگانه حالا کیست؟ یعنی اینها ندیدن که روسیه و چین ایران رو غارت میکنند؟ نگرانم که مبادا سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره، روش و منش مسالمت‌آمیز اینها به قهقرا بره. نامه
نوشته که مردم ایران طی هزاران تاریخ هزار ساله خود فراز و فرودهای بیشماری دیدند. اسناد تاریخی معاصر گواه می‌دهد که هرگاه قدرت‌های خارجی اومدند و وارد مبارزات شدند، جز ویرانی و عقب ماندگی به بار نیاوردند. البته به نوعی این یه قسمت رو راست میگن. سال 57 به حال خمینی که تنها نمیتونه سوار طیاره بشه بیاد ایران، حالا دستای پشت پرده بوده و در همین روزا 44 سال پیش سال 57 بهمن چه اتفاقی افتاد؟ سالیوان سفیر امریکا در ایران چه میکرد؟ فرستاده آمریکا در ایران چه میکرد؟ یا چه کسی رفت با فرماندهان ارتش لابی کرد؟ زیر پای چه کسانی رو خالی کردن تا شرایط بازگشت خمینی مهیا شد؟ در بخش دیگریش اومده که ما همچنین از حکومت ایران مصرانه میخواییم که با تجدید نظر در سن آحاد ملت رو فلان کنن، اجازه ندن که دخالت همیشگی بیگانگان باعث تضعیف قدرت شود. در یک بخش هم اومده راه های مسالمت آمیز مبارزه رو ادامه میدیم. راه کدوم راه مسالمت آمیز؟ شما 43 سال در بخشی از بدنی قدرت سهیم بودید. خودتون اگر نظام عوض شود باید در دادگاه بشینید که چه کردید. اگر خاطرتون باشه دوره‌ای که ترامپ سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد هم موجی از اعتراضات از بین اصلاح طلبان به ترامپ شروع شد. حتی اگر خاطرتون باشه باز در مجلس یک سری از نماینده‌ها از جمله نماینده‌های اصلاح طلب مثل صادق محمودی و چند نفر دیگه لباس سپاهی تنشون کردن، عکس دست جمعی منتشر کردن، هشتگ من سپاهیم یا پاسدارم یه همچین چیزهایی را افتاده بود و مصاحبه در حمایت از سپاه و چه و چه. این بار بعد از ترور قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاد. این بار سطح اونهایی که به نمایندگی از جریان اصلاح طلبی نامه رو امضا کردن خیلی اومده پایین تر. چهره شاخصشون عبدی و جلایی پوره. لابلای این اسم لطف الله میسمی هم اینکه این نامه رو امضا کرده و خواستار مبارزات مسالمت آمیز شده در نوع خودش جالبه. عضو سازمان مجاهدین بود. بعدن با سازمان به اختلاف میخورند و به جریان ملی مذهبی نزدیک میشه. الان سردبیر یک ماهنامه‌ای به اسم چشمانداز ایرانه. خیلی از اینهایی که در بیرون از ایران در شبکه‌های تلویزیونی اینها مشغول کارن دست کم یکی دو سه بار سابقه نوشتن در چشم‌انداز ایران رو احتمالاً داشتن. سال 1353 در خونه تیمی لطف‌الله میسمی در حالی که داشته بمب دستساز درست می‌کرده بمب منفجر میشه، دو تا چشماشو دستشو از دست میده و منتقلش میکنن بیمارستان و بعد که حالا وضعیتش خورده بهتر میشه ساواک دستگیر میکنه او رو میبرنش دادگاه و دادگاه رأی به اعدامش میده به خاطر فعالیت مسلحانه اقدام به بمبگذاری. بعد امتیاز میگیره، حالا ارفاقی بهش میکنن اون سال به حبس ابد. ایشون اون زمان کارمند شرکت نفت بوده، مهندس شیمی و مهندس نفت فکر میکنن. ماهی 4 یا 5 هزار تومان اون موقع حقوق میگیره. بخشی از پولش رو خودش ادعا میکنه که صرف مبارزه میکرده. یه همچین آدمی امروز میاد و صحبت از مبارزه مسالمت آمیز میکنه، هیچ موقع از سپاه هم حمایت میکنه. حتما شنفتید خیلی از اینهایی هم که در این لیست هستن خودشون سابقه بازداشت شدن توسط همین سپاه یا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه رو در ایران دارند. راجب سندروم استوکهلم دقیقا در مورد این هاست. من مجبورم بخونم از رو که وقت چون عبارت روانشناسی است یا به امر پزشکی برمیگرده
اشتباه در نیاد. پدیده روانی سندروم استکهلم رو میگه، پدیده روانی است که در آن گروگان نسبت به گروگانگیر حس همدلی و همدردی و وفاداری پیدا میکند. این اینها که زیر این نامه رو امضا کردن رو احتمالاً میشه میگن گرفتار این سندروم شدن، چون عادی نیست واقعا آدم دلسوز سپاه بشه. و در مواقع این حس وفاداری تا آنجا پیش می رود که از جان و مال و آزادیشان را اگر تهدید کرده ولی باز بهش علاقه نشون می دهند. علت این عارضه روانی عموما نوعی سازوکار دفاعی درونی بدنه. بعد نوشته این سندروم علائمی می داره، احساسات مثبت قربانی به گروگانگیر یا زندانبان، احساسات منفی قربانی به خانواده، دوستان و مقامات که سعی در نجات آنها دارند، پشتیبانی از دلایل و رفتارهای گروگانگیر، رفتارهای حمایتی قربانی در زمان کمک به زندانبان، آن خودش به زندانبان خودش کمک میکنه. اینا دقیقا همین اینه، عادی نیست، وگرنه مردم که دارن در خیابان شعار میدن که بسیجی، سپاهی، دشمن ما شمایی، یا توپ، تانک، فلان. حتی خود خامنه ای هم با بدترین دشمن ها در خیابان بهش شعار میدن. او فرمانده کل قواست، در نتیجه فرمانده سپاه هم طبیعتا خود اوست. چی میشه که یهو در تاریخی از ایران یه عده‌ای جمع میشن تو این وانفسا، با وجود اینکه خیلی از خانواده‌ها هنوز عزادارن، خیلی هنوز تکلیف بچه‌های خودشون رو نمیدونن، امضا میکنند و این موج رو که راه افتاده سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره با این ادله‌های بیدر و پیکر محکوم میکنن. خیلی باید یک فرد از نظر شخصیتی و آرمانی و یک جریان سیاسی به لحاظ خوی و مرام سیاسی برشکست شده باشه که به همچین حال و روزی بیفته. سطح افرادی که امضا کردند خب به نسبت موقعیت و شناخته شدنشون در جامعه خیلی افت کرده. در گذشته احتمالاً اگر این اتفاق می افتاد گردن کلفترهایی رو می دیدیم، ولی الان حتی چهره های قابل اعتنای بین اصلاح طلبان هم این نامه رو یا امثال این نامه رو امضا نمی کنن که هیچ خودشون هم به صفحه منتقدین پیوستن. حتی مثلا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، مراسم تشییع جنازش که در تهران بود، مصطفی تاج‌زاده و همسرش خانم محتشمی پور رفته بودن. خود او یکی از کسانی که منتقد به سپاهه. جمهوری اسلامی دو بازو داره، اصولگراها و اصلاح طلب. اینها رو هر کاریشون بکنی کالبد همن. منتها اصولگراها وضعیتشون از یک نظری بهتره، دست کم شفافن با مردم، موقعیت خودشون رو، جایگاهشون رو، نظرشون رو واضح بیان میکنن، آدم تکلیفش روشنه که اینها کی هستن. از روزنامه نویسشون حسن شریعت مداری که رسما در سرمقاله می نویسه چرا به مردم شلیک نمی کنید، چرا مماشات می کنید، تا پاسدارایی مثل سلامی و حاجی زاده و سایرین که میگن باید فرار کنید، اسرائیلی ها به دریا می ریزیمتون رو، ما در مدیترانه هستیم، ما نماز رو در قدس می خوانیم و چه می کنیم و چه. حالا منهای اینکه بلوف می زنن یا نه، بعضی موقع ها می تونن تحرکاتی بکنن، خود واقعیشون حتی اگر بلوف میزنن هم پنهان نمیکن. ولی تجربه نشون داد این جریان اصلاح طلب به هیچ مرام و معرفت سیاسی پایبند نیست، یعنی برخلاف اون چیزی که حالا خودشون رو بیشتر نزدیک به معارف و عرفان دینی میدونند، دم از مذهب میزنند، احتمالاً با همون تعاریفی که خودشون از مذهب دارن بویی از آن نبردند. مگه میشه جلوی چشم مردم داغدار وایساد، گریه اونها رو دید،
شب 40 این بچه ها رو دید، در مورد اونها صحبت کرد و نوشت و سوگواری کرد پا به پاشون، ولی عامل کسانی رو، عامل اونهایی که اینا رو کشتند و تبرئه کرد. یا انقدر بهشون ارفاق بکنیم که بگوییم ما با برخی از کارهای شما مشکل داریم، با همش نه، با بخشش. اینجور در نمیاد، یه جایی کار میلنگ. و جالب اینجاست که یه دیگه از اینهایی هم که 24 ساعت در این شبکه های تلویزیونی پر مخاطب اغلب لندن دائم تریبون دارن هم از امضا کننده های نامن. حالا اگر زد و اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان های تروریستی رسما قرار داد، تکلیف اینهایی که بیرون از ایران زندگی میکنن مثل پیمان عارف و نمیدونم حمزه غالبی مثلا در فرانسه، این چی میشه؟ از نظر حقوقی این حامی تروریست میشه؟ راجبش حرف بزنی که خب از هر طرفی حمله میکنن که به ما تهمت زده شد و اینها، حمله نکنیم که صحبتی راجبش نشده و اینها هم به کار خودشون میرن و واسه خودشون از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشن. این درست نیست. ولی از اینها مهمتر، مردم آگاه شدند. این از همه خوشحال کننده تر. دیگه اینها نمیتونند کلاه سر مردم بذارند که اگر میذاشتند این وضعیت پیش نمیمد. جنبش سبزشون رو تبدیل کردن به بنفش، از شکلی به شکل دیگه دوباره نشستن کنار میز برس با همونهایی که قاتل بودن. اصلا بخشی از نظامن. نمیشه دست چپ رو یک نفر دست چپش رو جدا بکنه. اینها خود نظامن. اصلا اینها هستن که نظام رو پیش میبرن. وگرنه اصولگراها نه از نظر خرد، نه از نظر هوش، نه از نظر ذکاوت در حد و اندازه هایی نیستن که بتونن نظام رو ببرن. اینها هفتیرکشن. یکی مثل سعید حجاریانه که به اینها دیکته میکنه حرفتون رو از زبان سلبریتی ها بزنید. جریان اصلاح طلبه که میتونه با لابیست های نظام در آمریکا و این سازمان های عریض و طویل پر بودجه تبانی بکنه و ژورنال های خارجی رو مقاله بگیره و پولش رو بده و گزارش به نفع منافع جمهوری اسلامی منتشر کنند. این شبکه هفت سری که بیرون از ایران در حمایت از جمهوری اسلامی این سال ها فعالیت میکرد، از همین جریان فکری تغذیه کرده. اینها تهموندشن، اونهایی که این نامه رو امضا کردن تهمونده های اونن. درد اینها چیست؟ حتی حاضرن جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای در قدرت بمونه، اینها رو بگیرن زندان ببرن، دمار از روزگارشون در بیارن، اموالشون رو مصادره بکنن، اما 1% این رو نبینن، زنده نباشن که ببینن شاید پهلوی به ایران برگرد. غیر از اینه؟ یکی از همین خبرنگاراشون بود که چند سال پیش توییت کرده بود که ترجیح میده پشت سر علی خامنه ای نماز بخونه، رضا پهلوی بر نگرد. چقدر کوتاه فکر، چقدر باید آدم دچار نقصان ایدئولوژی و آرمانی باشه، چقدر باید منفعت جریانی و جناحی رو مقدمتر بر منافع ملی بدونه که نه رضا پهلوی، حالا هر کس دیگه ای بگه جایگزین این بشه، نتونه این رو تحمل بکنه. مسئله حمایت از شاهزاده پهلوی نیست. هر کسی به غیر از آخوندها در ایران حکومت کرده بود تا الان، دست کم وضعیت کشور این نبود. و ارزش پول ملی افغانستان حتی بعد از اینکه طالبان قدرت رو گرفت کمتر از ریال ایران پایین اومده. ارزش دینار عراق
یا کشورهای بدبخت و بیچاره در وسط آفریقا کمتر ریزش داشته. مگر میشود مردم تا این حجم تورم رو تحمل کنند؟ چه گناهی کردند؟ امروز کالایی رو باید یک قیمت بخرن، هفته دیگه یک قیمت، هفته دیگه یک قیمت. خوب تورم سوار اسب شده میدوه، مردم پاورهنه با پای پیاده، هیچ راه هم نمیتونن برن در مقایسه با سرعت. و بعد اینا تو این هاگیر و واگیر میان صحبت از مبارزه مسالمت‌آمیز و اصلاح سیستم و حمایت از سپاه و این خونشویی است. این هیچی نیست جز خونشویی. زمانی که شما میگی با بخش هایی از کار سپاه مشکل دارید، فقط حتی جرأت نکردید بنویسید با کدوم بخشش، حتی جرأت نکردید بنویسید سپاه قاتل بچه های مردمه، حتی جرأت نکردید بنویسید که اینها رو شکنجه میدن. باز دم اون اصلاح طلب 20-30 سال پیشی ها گرم که میخواستن دست به نامه بشن، حداقل حرمت قلم رو کاغذ رو، اون وقتی رو که میذاشتن اون نامه رو بنویسن و تایپ کنن و بدن جایی سایتی منتشر بشن رو برای ظاهر قضیه هم میداشتن. اینقدر چیپ و قد کوتاه شدن که و تعجبم از نعمت احمدی. استاد باسواد، حقوقدان برجسته، خیلی دنبال کار بچه های زندانی های سیاسی رفته. ولی تو دیگه چرا نعمت احمدی؟ تو که آدم حسابی اینا بودی، تو که خودت از سیستم بدت میاد، تو که خودت میدونی اینا چه خبرن، زیر چه نامه ای رو امضا کردی؟ با چه آبرویی فردا میخوای بری تو دانشگاه درس بدی؟ یه عده ممکنه اون وسط از این 70-80 تا تازه وارد سیاست شده باشن، حالا بگن اسممون رو در یک بنویسیم، حالا یه امضا زیم بکنیم، چه میدونه، حالا 5-10 سال دیگه هر چی بود نمیدونه، اصلا تو باغ نبوده، دیده یه جمعی جمع شدن یه چیزی رو امضا میکنن اونم امضا کرده. تو دیگه چرا؟ تو که سیاست رو بلدی، تو که میدونی با کی طرفی. عبدی نون به نرخ روز میخوره، جلای پول نون به نرخ روز میخوره، تو که نیاز مالی نداری. و بدتر از اینجا این که خیال میکنن که مردم هم هنوز زیر بار این نامه ها و این موج ها میرن. نه، از این بابت خیالتون راحت. بعد از تحریم انتخابات عملا ابزار سویچ کردن بین اصلاح طلب ها و اصولگرا از دست جمهوری اسلامی خارج شد. این بازی وقتی گرفته شد ازشون، یعنی نیرو محرکشون در بازی ها و معادلات، معادل سازی های جعلی داخلی به هم ریخت. و در پایان یک پیشنهاد هم برای جریانی دارم که حالا میشنون علاقه‌مندم به شنفتن این برنامه، که شاید احتمالاً از دوستداران شاهزاده پهلوی باشن. وقت زیادی در شبکه‌های اجتماعی صرف پرتاب توپ و انواع و اقسام تسلیحات به سمت کسانی میشه که حالا ممکن از نظر اونها مسیر درستی رو نمیدن، حالا یا بهشون مشکوکن یا هر چیزی، اونها رو قضاوت نمی‌کنن. اما فراموش نکنیم توپخانه رو باید به جای اصلی گرفت. نوک اسلحه باید جای درستی باشه. مبارزه باید سمت درستی بگیره. ممکنه گاهی آدم به هر دلیلی منطق، احساس یا حس مسئولیت بهش حکم بکنه که در جایی جوابی بده به افرادی که حالا خودشون رو منصوب به اپوزیسیون میدونند، ولی جهت مبارزه رو گم نکنه. دشمن ما جمهوری اسلامی با تمام کلیاتش. اگر وقت خودمون رو میذاریم در توییتر برای اینکه مطالعه بکنیم جواب کسی رو بدیم یا هر چیز دیگری، به سمت درست. با
باید جلوی جمهوری اسلامی ایستاد. یک دونه هشتگ برای تروریستی بودن سپاه ارزشش از 100 تا توییت ابراز نظر بیشتر. اینو توجه کنید. یک دونه توییت حتی اگر به زور گوگل ترانسلیت باشه، به زبون اسپانیایی، به زبون انگلیسی، هر زبونی که فکرشو میکنید، زیر توییت جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یا نماینده های پارلمان اروپا به اندازه ده ها توییت علیه این و اون و اینهایی که حالا به نوعی خودشون رو صحیح میدونن توی این موج ارزشش بیشتر. از این قضیه غفلت نکنیم. بریم اونهایی رو که دارن تقلا میکنن و دست و پا میزنن و فکر میکنیم حرفشون حقه رو ساپورت کنیم. بریم روحیه بدیم به علی کریمی. بریم روحیه بدیم به اونهایی که هم مثل ما فکر میکنن اما صداشون بلندتر. اونها رو ساپورت کنیم. هیچی در این شرایط مهمتر از اتحاد نیست. اگر گروه هایی هستن که خودشون رو جزو اپوزیسیون میدونند، از نظر ماها نمره قبولی نگرفتند، باهاشون مدارا کنیم. هیچی مهمتر از ایران نیست. هر چیزی باید فدای ایران بشه اگر قصد ما آزادیست. اصلا اسم مهم نیست. و امیدوارم که روزای بهتر بیاد.